من الان مدت هاست حرفای تو رو گوش میکنم، صدای تو رو گوش میکنم، یه احساس میکنم تو درونم داره زنده میشه. آخ خدا خیلی دوست دارم. زیبا میدونی رنگت قشنگه، موهات قشنگه، فکرت قشنگه. میگم یکاش همه دنیا، چون ما برای که واقعا تو ایران مثلا تو یه محیطی بودیم مثلا همش زنا تو سر خوردن، یا اینکه همش زیر سلطان، یا اینکه مثلا من خودم حالا بذار تعریف کنم، من کردم خب، مثلا من تو یه محیطی بودم که همش زنا رو مثلا یه حالت اسارت و یه حالت خیلی دقیقا چیزایی که تو درونت بوده، مثلا یه کسی که خیلی مذهبی و خیلی دقیقا اون چیزا تو درون منم بود، یه کسی که همیشه نماز بخونه و یه کسی که همیشه بگه خدا اینه. ولی تو خیلی خوب ترکی هم بلدی حرف بزنی. آره بیارم بنشه، من کرد ارومی هستم. کرد ارومی هست؟ من فکر میکنم ارومیه کرد داره؟ ارومیه کرد داره، بهایی داره، ارمنی داره، آذری داره، همه چی داره. خب بگو ادامه بده. آره من این حالت ها رو میدونی چیه، مثلا این که همیشه نماز بخونی، روزه بگیری، نمیدونم، میدونم برای اینکه توی یه محیطی بودیم که همیشه پدر مثلا زیر سلطه پدر بودیم، زیر سلطه هر چی اون میگفت باید میکردیم، مثلا نماز خونده باید به زور اون باشه، نه روزه گرفتن باید با زور اون باشیم، تا یواش 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 به خودم اومدیم. خواهر بزرگترم هم که خودم معرفی کردم، اون هم حرفای تو رو گوش میکنه، انقدر خوشش اومد الان خوابیده. اول اون انقلاب کرد، بعد من انقلاب کردم. خلاصه گفتیم اینجوری نمیشه که، باید همش باید از حق خودمون دفاع کنیم. کسی چه انقلابی کردی؟ خواهر بزرگم انقلابی کرد. چه انقلابی؟ زیر سلطه پدر و زور و زور گفتن و اینکه باید همیشه. من خودم کلا یه کسی هستم که ضد اسلامم، اصلا دوست ندارم. بعد تو یه محیطی که بودیم که همیشه مثلا بسته و نمیدونم، ببین مثلا اینکه دختر تا موقعی که ازدواج نکنه نباید سیکس داشته باشه و اینا از این حرفا. خلاصه مثلا یه حالت مثلا آدمی که همیشه عذاب وجدان و اینجور چیزا را و همه اینا رو کلن کنار گذاشتیم. و من مثلا بگم از که من از 22 سالگی شروع کردم، میدونی اولین دوست پسر من ترک بود. من همیشه میگفتم نه نمیشه، چطور مثلا تا یه دختر ازدواج نکنه نتونه باکرش و بردانه اونی، یا اینکه مثلا فردا برام یه مشکلی بیاد. بعد دیگه دلو زدم به دریا، اینجوری نمیشه. خلاصه من یه 3 سالی با اون گذروندم، با دوست پسرم، اونم سنش بزرگ بود. من همیشه از آدمایی که سنشون تجربه دارن بیشتر خوشحال میشم، مثلا که برم با یه بچه‌ای که بیام نازشو بکشم و اینا. خلاصه خلاصه تجربه اولو میبینم که با یه دوست پسر ترک داشتم. بعد اون دیگه شروع کردم به دوستای دیگه هم داشتم، مثلا با اون یکی رو مثلا دوستای زیادی داشتم اما سکس نداشتم، مثلا با هیچ کدومشون سکس نداشتم. اما مثلا من میگفتم این دیگه این اولین آخرینه، من میخوام با این باشم، با این بمونم، از این حرفا. خلاصه بعد من گفتم دیگه من میخوام فقط با این ازدواج کنم، با این بمونم. بعد دیگه یواش یواش به خودم اومدم، دیدم گفتم از این بهتره میشه پیدا کرد. آفرین. چرا اصلا باید با یکی؟ آره. بذار همه‌شون رو داشته باشین. دقیقا من میدونی چیه؟ گفتم دیگه من به هیچ وقت بهش خیانت نمی‌کنم. گفتم خیانت الان که به خودم میگم چه خیانتی؟ بعد من الان مثلا تو یه محیطی هم که اینجا همخونم. من یه دونه همخونه دارم که 1 سالی که باش زندگی میکنم. خیلی آدم با وجدانی، خیلی اونم ترکه. ببین وقتی آدم صادقانه با هر کی برخورد کنه همین قبولش میکنن. باور کن رئیس زندان قبولت میکنه، خود خامنه ای قبولت میکنه. میدونی چیه؟ بعد منم که چیزه دیدم، من اولین باری که اومدم اینجا خود چیزه رئیسم به من پیشنهاد داد. من گفت چیزه به من برام یه دختر ایرانی پیدا کن، چون اونا ترک بودم هم ایران. گفت دختر ایرانی این همه خوشگل ها نمیدونن. من رفتم پیدا کردم. به من میگه واقعا من میگه چشم به تو بود، تو چجوری رفتی پیدا کردی؟ ما که این همه وضعم خوبه، تو بودی خودت باید میچسبیدی. گفتم نه تو هرچی بگی من اونو انجام میدم. من رفتم براش یکی رو پیدا کردم، دیدم گفت نه نمیشه. گفت من اگه میخوام با هم اون دوست بشم، هم با تو دوست بشم. من یه حالتی چندشم اومد، چون برای اینکه سنشم بزرگ
دور ببنی گفتم بود عاشق این لحجه های کرده هستم جگر تو بخورم بعد خلاصه من اومدم دیدم چیزه این دست بردار رو برمیز گفتم باش اوکی من با تو هم دوست میشم گفتم با تو هم هستم با اونم الان هم هستم بعد دیدم خب یکی دیگه از یه جای دیگه شروع شد بعد گفتم با این تمام نشد اینم شروع شد دیدم اینم دست بردار نیست گفتم حالا با اینم دارن همینجوری میگذرونم اما یه چیزی که همیشه اینه که الان که من الانم تو خونه هست که با هم زندگی میکنیم اصلا هیچ وقت مثلا من همیشه بغلش میکنم میبوسمش یعنی با وجود تمام انگار تمام روحیه مثلا ارضا میشه به این که مثلا خودم ارضا بشم روحیم ارضا میشه معلومه معلومه اصلا اینقدر میگم خدا این اصلا خداست من اینجوری میگم میگم این خداست میگم باشو بیا اینجا من پرستشت میکنم اون کسی که میره تو بچه میگفتم من بیام اینجا همینجا واقعا من تو رو پرستشت میکنم من به تو ایمان دارم من به کی چی رو به کی گفتی اینو من خودم به این همین همخونم گفتم درسته از من خیلی بزرگتره به من میگه الناس میگه کسی که فقط کافیه درون تو رو باز کنه یه چیزای تو درون تو مثل گل داره شکوفه میزنه آخه اونم قضیه که اصلا اونم مثلا نمیدونه که من با همین چیز شریکش با اونم دارم یعنی خب به همشون بگو نه میدونی برای چی چون برای اینکه اینا یه خورده مذهبی هست نمیشه چون با هم من یه وقتی که سه تا دوست پسرم پلوی هم دیگه میشینه میگم من خودم میدونم که راز این سه تا چیه گفتم حالا من همه رو به همه ما آشنا میکنم اون اولیه داره حمایت هم میکنه دومی هم حمایت میکنه خب به هر سه تاشون اون سه تا ممکنه با هم دیگه حرف بزنن بعد بگن تو به ما دروغ گفتی نه میدونی چیه برای اینکه میدونم اون بزرگه از همشون بزرگتر رئیس بزرگترشو خیلی آدم مذهبی و نمیدونم خب ببین مذهبی ها اتفاقا وقتی صادقانه آدم صادقانه میبینن قبول میپذیرن اگه از من میپرسی من جدی سرلوحه تمام اون چیزایی که دارم این راز نداریه پدر مادرت میدونن نه نه پدر مادرم خبر ندارم بابای من اینقدر مذهبیه اگه بدونه میاد خودش اینجا سرمو میبره نه اینجوری دیگه کی میدونه فقط خواهرت میدونه آره خواهرم هم میدونه میگه خب قشنگ با اینا داری بازی میکنی گفتم میدونی چی اینا خودشون فکر میکنن چیزم ببخشینا فکر میکنن همه خرم واقعا فکر میکنن میتونه از آدم سوء استفاده کنه خب بذار ما یکم سوء استفاده کنیم البته کاری که شما داری میکنی کاری که هزاران سال مردا کردن یعنی هرچی که شما بکنید هیچ اشکالی نداره من از این جنبه دارم میگم سوء استفاده یعنی در واقع یک کاری مقابله به مثل میکنی خب ولی یک کاری بالاتر از اونم هست و اون کار بالاتر اینه که تو خودت رو همونطوری که هست بپذیری ببین الان این خب بگو حرفی داری بزنی بگو میدونی دقیقا الان برای این که چون تو ایران واقعا ببین مثلا نمیتونی از خودت دفاع کنی برای چی؟ مثلا ببین اگه مثلا من هنوز که ازدواج نکردم اما مثلا اگه بخوام برم ازدواج کنم اگه بدونم برای چیز خوب برای این که ما توی یه محیط سنتی بزرگ شدیم مثلا دختر اگه باکره نباشه هزار تا حرف و حدیث الان که البته باکرگی خیلی کم شده کم شده من الان با هر هستن ولی خب میدونی چیه یک چیز بهت بگم من اتفاقا با دوست بچه هایی که الان مثل تو هستن صحبت میکنم همشون از مادر پدرشون بیشتر از خود رژیم میترسن دقیقا خب من بهشون گفتم آبا از پدر مادرتون شروع کنیم میخواین چیکار کنم نمیکشنتون واقعا نمیکشن من این کاری کردم بگید من این کاری کردم برادرت هم میدونه؟ برادرم نه نمیدونه واقعا ما خواهر بیشتر خیلی صمیمی هستیم اون بیشتر میدونه برادر اما... چه جوریه؟ چه خوبه؟ مثلا فاصله سنیمون 2 ساله بعد زیبا جا میدونی چه همین حالتی که مثلا خواهرم مثلا از اسلام و از اینجور چیزا اعتقاداشو کلن دور ریخت بعد میدونی بابای من چه قشقره به پای کرد چه انقدر بابا مثلا... تو الان چند سالته؟ من الان 26 سالمه 26 سالت خب حالا من 28 ساله
داداشم هم 25 سال، هر کدومو دو سال از هم فاصله سنی، اما فکرامو خیلی با هم نزدیکه. تو یه کاری که بکن برای من و اون این که با برادرت صحبت کن. ببین برای اینکه الان همین کارو برادر رو، چون الان همه کسایی که الان هستن، شاید خود برادرت هم خیلی چیزا رو بهت بگه، خیلی چیزا هست، و حداقل توی جمع این دایره شما باید وسیع‌تر بشه.